آیا می دانید الله متعال کدام عمل را قبول نمی کند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید الله سبحانه و تعالی هیچ عملی را قبول نمی کند الا اینکه آن عمل خالصا به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی باشد و خالص به خاطر او باشد. پس فکر بکنیم آیا عملی را که انجام میدیم، رفتار را که با مردم میکنیم، سخنی را که میگوییم، از هر طریقی که باشد، آیا اون به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی است یا به خاطر رضایت مردم؟ اگر به خاطر رضایت مردم هست، هیچگاه خود را خسته نساز، چرا که الله سبحانه و تعالی هیچگاه عملی که به خاطر رضای مردم باشه را قبول نمیکند الا اینکه اون عمل خالص به خاطر خودش باشد. پس از رضایت مردم بکسر و به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی کار بکن، عمل بکن و حرف برای مردم برسون. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر آشنا شه. الله سبحانه و تعالی در وصف رحمت للعالمین که از خلق عظیم برخورده را در کلام بر حق و زیبایی میکند میفرماید یا ایها الرسول یا ایها النبی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنقدر اخلاق زیبا و شایسته داشت که در مدت 23 سال قلب هایی که گمراه بودن را شیفته خود ساخت. از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در مورد رفتار کردار محمد صلی الله علیه و سلم پرسیدن، فرمود آیا قرآن را تلاوت نکردی؟ گفت چرا نه، تلاوت کردم. گفت همان اخلاق و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم همان قرآن بود. پس چه زیبا هست که ما خلق زیبا، اخلاق زیبا را در زندگی خود پیاده بسازیم. همان طوری که الله سبحانه و تعالی در کلام بر حق و زیبایی میکند میفرماید که شما در زندگیتان و الگویتان رحمت للعالمین همان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم الگو و پیشوای خود قرار بدهید. وارد بهشت نخواهید شد تا اینکه الله و رسول را بیشتر از پدر و مادر